سلام و شب بخیر به شما بیننده های خوب تیویدن فارسی که در این لحظه همراه ما هستین و برنامه ما رو دنبال میکنین. همونطور که میدونین با برنامه هدف از تلویزیون دن در کشور ترکیه شهر ازمیر روی ماهواره ترکسات در خدمت شما هستیم. من داوود عرس هستم و مهمان ویژه‌ای رو همونطور که اعلام کرده بودیم در اینستاگراممون این هفته دعوت کردیم، خانم دکتر سونیا هاشمی گمی. من خیلی طولانی نمی کنم، یک بیوگرافی کوتاه از ایشون میگم که بدونیم که دوستانی که با ما همراه شدن الان که با چه کسی صحبت میکنیم. خانم دکتر مدرس رسمی و بین المللی تغذیه و روانشناسی تغذیه هستن، یه طب پیشگیری به خصوص و رژیم درمانی از دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو جان اف کندی کالیفرنیا و همچنین مربی رسمی چیگانگ از مدرسه ونووی تایوان و چین. البته ایشون خیلی عناوین بزرگی دارن، مثل اینکه از طرف سازمان ملل به عنوان زن شگفت‌انگیز معرفی شدن، اسکوزه شدن. این خیلی افتخار زیادی است که به عنوان یک بانوی ایرانی ما میتونیم با ایشون هم صحبت داشتیم تو برنامه‌مون. افتخار دادن، دعوت ما رو قبول کردن و در این لحظه با ما همراه شدن. خانم دکتر اگر صدای من رو می‌بینید با بیننده های ما سلامی داشته باشین تا ما گفتگومون رو شروع بکنیم. درود. با درود. سپاس و درود. خیلی دوست دارم که با این خرد ایران شروع کنم، بگم که سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد. آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد. من همیشه به این بسیار اعتقاد دارم و یکی از موفقیت خودمو در امریکا در این میدونم و در کشورهای دیگه که روی خرد و طب باستانی ایران همیشه مطالعه کردم و به علم نوین امروزی اینو معرفیش کردم و میگم که این که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشتیم ز بیگانه تمنا میکردیم. اینو من واقعا این مصداقو بسیار قبول دارم که ما خیلی چیزا داریم و یکی از مکتبای جدید که الان تو دنیا حرفش خیلی سر زبان هاست و من خودم مربی فدراسیون وشو ایران هستم و بوشوی ایران بسیار موفقیت ها داشته در چیگانگ و تایچی و اینه که این مکتبی که چیگانگ و تایچی با تحقیقاتی که من کردم در زبان شعر ما هست، در قانون ابوعلی سینا، هفت شهر عشق عطار و از همه مهمتر سیمرغ و شاهنامه هست. اینه که خیلی معتقدم به این که خرد رو بایستی با علم نوین ما ادغام بکنیم، خردهای سنتی و کهن رو، و این تکنیکی که الان سیستمی که این مکتبی که من در ایران معرفی کردم و اولین بارم در سازمان ملل معرفی کردم، در سازمان ملل سان فرانسیسکو و 20 سال خدمت داره که در سازمان ملل سان فرانسیسکو و برکلی، اینو من جا انداختم که بعد آوردم به کشورهای دیگه مثل هند، چین، ایران و کشورهای کهن دیگه. این یک شمیه که من میخواستم با این شروع بکنم، با این خرد فرهنگ زیبای ماست. ولی این فرهنگ، این حکمت از زمانهای بسیار قدیم در این جهان بوده. تاویزم اولین حکمت و مکتب در جهان هستی است که تمام هستی رو در چهار عنصر میبینه: عنصر خاک، زمین، آفتاب، خورشید، آب و از همه مهمتر و باز هم با همدیگه همسویی دارن، اکسیژنه، که امروزه با این جریان کووید 19 اکسیژن بازم مسئله حاد روز ماست برای سیستم دفاعی رو چجوری ما تقویت کنیم، از بیماری ها چجوری جلوگیری کنیم و تمام اینا روی اکسیژن تمرکز داره. و امروز
یه تکنیک خیلی جالبی رم و کاربردی خیلی ساده برای تنفس برای حضار عزیز شما که سلام دارم و سپاس بهشون دارم عرض خواهیم کرد. خیلی ممنون، خیلی ممنون از توضیحاتی که دادین. من هم یه توضیح رو اضافه بکنم، چرا شما دعوت کردیم. اصلا ما در برنامه قبل دوستانی که دنبال میکردن میدونن که خانم دکتر رو در برنامه در روز چیگانگ، به مناسبت روز چیگانگ، ما خانم دکتر دعوت کردیم، یک مصاحبه داشتیم. این دومین مصاحبه ما هست. ایشون فعالیت های بسیار زیادی در مسیر مبارزه با سرطان در واقع شروع کردن در ایران، در دنیا این کار رو انجام میدن، کلاس هایی دارن. البته تا اونجایی که من میدونم خانم دکتر خودشون دیگه، اگه درسته تایید بکنید، شما خودتون دیگه مستقیما درمان نمی کنید، بیشتر دوست دارین که این رو تدریس بکنید، درسته؟ برای امرجنسی برای درمانم کار میکنم و مخصوصا در ایران در این 10 سال اخیر بسیار فعال بودم، بسیار فعال بودم و عاشق ایران و ایرانی هستم، چون ارزش قائلن به علم شما، به خرد شما و دنبال میکنن. درست. چرا؟ الانم به صورت آنلاین تمام زمان 24 ساعت هم در اختیار هنرجویان هستم. هنرجویان پیراسلامتی چیبه که اینا از طریق فدراسیون وشو ایران هم اینا مدرک میگیرن، همینطور از زنان خردگرا. سازمانی که من برگزار کردم انستیتوی زنان خردگرا که غیر انتفاعی هستش و انستیتو برای ولنس، سلامتی و روح روان. مثالی. من میخواستم فقط اگر شما این سوال دارین، اگر ادامه میخوای بدیم، من در راجب این مکتب چی که اصلا تمام اینا از چی سرچشمه میگیره و هنوز چی یعنی انرژی، که چقدر در فرهنگ ما این واژه چی چقدر کاربرد داشته و چه فعل فعالیه، ولی خیلی به نظر مثلا مردم ما یه خورده چی وقتی میگه چی چیگانگ میگن آه میگه یوگا و یا میگه تای چی میگه ها میگین یوگا. نه، چی یعنی خودش یه مکتبه که بزرگ، یکی از اولین مکتبای جهانیه. این مکتب تاویزمو که حتما شما آقای عرس شنیدین، اولین مکتب در جهان هستی که همونطور که گفتم به چهار عنصر، روی چهار عنصره و به دوران قبل زرتشت و میترائیسم برمیگرده در ایران. ساختار این مکتب به چی درون فقط توجه میکنه و این دیدگاه رو به زیبایی بیان میکنه و میگه فضای توهی چرخ که میچرخه باعث چرخیدنش اون همون چیه که داخلشه، یا از گل که ما کوزه میسازیم فضای خالی کوزه همون آبی که پر میکنیم، یا خانه‌ای که از چوب میسازیم اما فضای خالی اون خونه است که به ما امکان زندگی رو میده یا یه اجتماع میده. و این درون انسان نیز مثل همین میمونه، اسم انسانه که بیرون انسانه ولی داخلش چیه، که این ولی این چی روح هست که اجازه رشد و پرورش انسان میده. و متاسفانه ما هنوز تو دنیا ارزش چی داده نشده، به غیر از فرهنگایی که در جاده ابریشم بوده از زمان قدیم. جاده ابریشم مثل طب چین، طب سنتی ایران، طب ابوعلی سینا، طب هفت شهر عشق عطار یا وادی عطار. من فکر کنم عطار و مولانا که روزی که اینها شناخته بشن در این جهان هستی، بعد انسان نیستان وجودشو در این هستی پیدا میکنه. تا این زمان به وجود نیاد در دنیا، ما اون وجودمونو نمیتونیم واقعا اون چیشو حس کنیم، اون انرژیشو حس بکنیم. در این علم، در این مکتب، چی
مرتب بشه. اگر ما انرژی خوب داشته باشیم، انرژی سالم داشته باشیم، اصلا نگران بیماری ها نباید باشیم. بیماری ها زمانی به سراغ ما میان، مثل افسردگی، مثل سرطان، مثل چاقی، مرض قند، دایبیدیس، اینا زمانی وارد وجود ما میشن که ما چیه کم داریم، یعنی انرژی کم داریم. همونه که میگیم که خب سیستم دفاعیمون تقویت باید بشه، یا سیستم دفاعی ضعیف داریم. سیستم دفاعی ضعیف از کجا میاد؟ از نداشتن چیه؟ چی از کجا میاد؟ چی؟ من به صورت هفتا نشون دادم این چی رو، که به صورت هفتا بول هستش، یعنی هفتا کره چی هستش. و اینجا من یه پرابی دارم که نشون خواهم داد. و قبل از اینکه حالا وارد این بشیم، من به خاطر اینکه بیننده هامون اول متوجه بشن که ما دقیقا داریم راجع به چی صحبت بکنیم، چه خیلی خوب گفتین، گفتین که وقتی که میگین چی، مکتب چی، میپرسن که آیا این یوگا هست، چون که خب این اخیرا به خصوص در فضای مجازی و اینها شاید توده مردم، بیشتر مردم ایران در حالت جمعی بیشتر یوگا رو میشناسن از ورزش هایی که حالا به مدیتیشن و اینها مربوط میشه البته، ولی در واقع طب چی خیلی شناخته شده نیست. من برای اینکه مخاطبانمون بخون متوجه بشن راجع به چی صحبت میکنیم، یه تاریخچه رو از شما بگم. بیننده های عزیزمون باید در نظر بگیرن که خانم دکتر، ما همیشه وقتی که یک دانشگاهی، یک استاد، یک پروفسور میاد موضوع رو میگه، بیشتر دلو میخواد بدونیم که آیا در فضای آزمایشی، در علمی، آیا این آزمایش شده است، آیا این ثابت شده هست. من برای اینکه متوجه بشین که چرا اهمیت داره، و میدونین که ما خیلی با احتیاط مهمان های برنامه هامون رو دعوت میکنیم، خانم دکتر سالها قبل، بسیار سالهای قبل، در دورانی که هنوز خیلی جوانتر بودن، در حالا که ترترم حالا جوانترم هستیم، بله از سنی عددی عرض کردم، درسته؟ بله متاسفانه با بیماری سنو من تعریف بکنم اینجا وسط این برنامه شما، فقط تعریف کوچولو. سن یعنی در لحظه زندگی کردن، همین لحظه من خوشم، یعنی جوانترینم. دقیقا همونطوری، واقعا با این فکته. حالا به اینم میرسیم که روحه که بدن رو زنده نگه میداره. خانم دکتر سالها پیش در واقع با بیماری سرطان روبرو میشن، به طوری که پزشکان در اون زمان به ایشون یه ددلاین میدن، درسته؟ میگن که تا یک تومی شما، با اطمینان بهتون میگن که چند ماه بهتون میگن فرصت دارین برای زندگی؟ 3 ماه فرصت دادن، گفتن در امریکا تازه این، یعنی در با پزشکان، بله، با بسیار دانش، بله، کایزر هاسپیتال و بله کایزر که بزرگترین بیمه امریکاست و استنفورد یونیورسیتی هم، بله، گفتش حالا خب ما شما رو میذاریم کورتیزول اگر نمیخوای عمل کنی و ادامه بدی. بله، و 3 ماه بخوام دکتر اعلام میکنن که شما 3 ماه برای زندگیتون فرصت دارین. هر، یعنی دیگه ایشون رو در واقع شما رو رد کرده بودن دیگه، یعنی ما جواب اسلام میگیم که دکتر جوابتون کرده بودن، گفتم که کاری نمیشه کرد، یعنی در این مرحله بوده سرطانتون. بله، ولی من بگم که آقای عرس، این دعوتی به تولدی دوباره بود برای من. من همیشه بعد از، بله، اون تاریخ تا امروز شما زندگی میکنید و شما سبک زندگیتون رو تغییر میدین و شیوه فکر کردنتون رو تغییر میدین و از اون روز تا به حال با سلامتی کامل در زندگی میکنید. من شما رو از نزدیک دیدم، میشستم میدونم که بسیار با طراوتین، با هیجانین، بسیار پر انرژین. شاید خیلی حرف درستی زدین، میگین از نظر عددی این که من باید احساس جوانی بکنم، خیلی وقتا جوانها رو میبینید کم سن افسردگی دارن، خستن، بی انرژی هن، اصلا حال ندارن کاری انجام بدن، حتی ایده ای هم دارن نمیتونن دنبالش. ولی من دیدم شما همیشه صبح خیلی زود بیدار میشین، تا آخر شب بسیار پلن و برنامه دارین، کارهای زیادی انجام میدین، همینطور که الان حوصله کردین با ما، با همکاران من هماهنگ شدین از فاصله دور این شرایط فراهم بکنیم که با حوصله همیشه این کار میکنیم، و منم ازتون ممنونم. اینها باعث میشه که سبک زندگیتون عوض بکنین و به سرطانتون غلبه بکنین، این اهمیت داره. خب حالا ما داریم برای بیننده ها، گفتم اینو، ما داریم با خانم دکتر صحبت میکنیم که خودش این شیوه رو در زندگی انجام داده، دنبال کرده و سلامتش رو به دست آورده.
و این یک روش آزمایش شده است. حالا دوباره از اینجا در مورد چی خودتون صحبت بکنید؟ بله، یه مطلب اون موقع که واقعا من تشخیص داده شد که بیشتر از 3 ماه زنده نیستم، استاد دانشگاه سان فرانسیسکو استیت ایالتی بودم و دانشگاه جان اف کندی تدریس همین روانشناسی سلامتی رو درس میدادم. به این حد وقتی که من فکر کردم که دیگه اصلا خرد دیگه ای من بلد نیستم، که یه صدایی به من اومد که گفت تو برو دنبال خرد خودت، و اون صدا منو کشید، بردش به کجا؟ به اونجایی که امروز دارم نشستم اینجا با اعتماد به نفس میگم که طب چین و طب ابوعلی سینا، طب عطار، طب مولانا، که اینا همه با عشق و با یه پشنی هستن، اینا باعث میشه که هیچ شما من به بیماری غلبه نمیگم، با بیماری دوست میشم. بیماری که بیاد باش صحبت میکنم، دوست میشم، آشنا میشم، بهش عشق میدم و با هم دیگه دوست میشیم. به طور کلی تو زندگیم هم همینطور، من غلبه نمیخوام بکنم. و در همین رابطه است که من فقط شما راجع به استاتستیک یعنی آمار سوال کردین. امسال سازمان بهداشت جهانی بله چیگان و تایچی رو به عنوان داروی متحرک اعلام کرده است. به عنوان داروی متحرک، یعنی مثلا با داروی که فیزیکال انجام میشه، شیمیایی نیست. بله، یعنی یه سبک دیگه، یه سبک متحرکه. تحرک در چیه؟ در چی که به غذا میدین، چی که در محیط زیستتون دارین، بهترین چیا رو انتخاب میکنین، چی که فکرتونه. فکرتون موضوع جالبی رو من چند وقت پیش خودم مطالعه داشتم میکردم، جالب، نمیدونم شما هم شما نه، در علوم متافیزیکی یا عرفانی داشتم مقاله رو میخوندم که اعتقاد داشتن که خیلی جالب بود که شما قبل از این که فیزیک بدنتون دچار بیماری بشه، روحتون و انرژی شما دچار بیماری میشه و بعد به جسمتون میرسه. شما اگر روحتون رو درمان بکنید، جسمتون بیمار نخواهد شد، و حتی اگر جسمتون بیمار شده باشه، اگر انرژی روحتون رو و روحتون رو درمان بکنید، جسمتون هم درمان میشه. حالا خیلی تعبیر کلیه، ولی به این اعتقاد دارم. من حالا راجع به همین یک مطلبی رو به شما بگم که دنبالی همین حرفای من بودش، که در 3 لایه بدن چی حرکت داره. یکی در لایه بسیار لطیف که اون روح و ذهن و روان ماست. این لایه لطیف، اگه شما مثل پیاز فکر کنید، اون داخل پیاز، خب اون ذهن و روان و فکر ماست. بعد لایه بعدی که میاد چیه ماست، یعنی حرکت همون انرژیه. لایه بعدی در یه پیاز ببینیم، و در لایه آخر یه لایه سخته که همون لایه همون صحبتی که شما میکنین، جسم ماست، استخوان عضلات ماست اینا. که چی این وسطی، لایه وسطی چی، انرژی، این یه ارتباطیه بین لایه لطیف که افکار ماست و ذهن ماست و روح ماست، متوسل میکنه ما رو به ارگن های ما، ارگن های مهم ما، مثل قلب، مثل شش های ما، تحال که مسئول سیستم دفاعی بدن ماست، جگر ماست که مسئول پاکسازی ارگن، پاکسازی سموم هستش، و از همه مهمتر شاه ارگن های ما کدوم هستش؟ کلیه های ما. بله. که اینا همه این پاکسازی رو با همدیگه انجام میدن. و من به اینجا که تکنیک به اضافه برنامه تحصیلات من بودش در این رشته هایی که سلامتی و بهداشت بود، من تازه به یه رشته جدید آشنا شدم، و اون رشته طب چیگانگ، قازهای مهاجر بود. وقتی که من یه شهری هست اسم اریزونا در امریکا که همه میدونن اینجا بسیار داغه و تخم مرغ بندازی تخم مرغ خودش میپزه، من اونجا اون صداه منو برد اونجا،
بدونی که من چیزی بدونم، هواپیما دیروز فردا صبحش اونجا بود. اونجا بودش که من کائنات به من کمک کرد که این چیگانگ بیاد تو زندگی من. قبلا شنیده بودم ولی اعتماد نداشتم. اصلا من آدمی بودم که اتفاقا یوگام درس میدادم قبلش و خیلی استفاده میکردم، ولی اصلا اعتقاد به این نداشتم که چی و چجوری حرکت بکنه و منو بتونه هیل بکنه. ولی اون چیزی که کائنات میخواد اون اتفاق افتاد. به من دیگه اون به رسالت من مربوط بود، نه به اینی که من قبول بکنم یا نه. و واقعا من اینو میخوام بگم، همیشه ما تو زندگی بایستی انقدر به مردم خدمت بکنیم که اون انرژی، اون چی بیاد ما رو راهنمایی بکنه. من به این بسیار معتقدم با همه علم. مرسی از صدای شما شنیدم. میتونم یه سوالی رو بپرسم؟ برای مثال از آغاز سال 2020 میلادی میتونید بگین که به صورت آماری چند بیمار رو داشتین که مراجعه کردن و سرطان داشتن و اینها بهبود پیدا کردن کاملا با همین مسیر و همین شیوهی که شما در واقع بهشون آموزش میدین؟ من نمره ندارم، ولی هر کی که اومده زندگی جدید خیلی خوبی پیدا کرده، این رو ما میتونیم بذاریم. شما اگر اینستاگرام من رو نگاه کنید، چند تاشون رو من فیلم برداری کردم گذاشتم در اینستاگرام ما. اینستاگرام ما هم هست دکتر سونیا هاشمی، DRSONIA هاشمی، بله. DR دکتر SONIA هاشمی. اونجا قشنگ شما بعد میتونید ببینید بچه هایی که هنرجو هم شدن، بعد وقتی که میان اینا بعد انقدر زندگیشون عوض میشه و میان هنرجو و میخوان مربی کوچ سلامتی میشن، که همینطور که گفتم اینا لایسنس میگیرن، لایسنس مربیگری از وشو میگیرن بعد گرفتن 8 حکم، حکمای مختلف. متوجه شدم. من اونهایی که آموزش میدونم نمیگم، میگم بیمارانی که سرطان داشتن مراجعه کردن مثلا در سال گذشته. بله. میدونم که خیلی فرصت نمیکنین این روزها روی بیمارها کار بکنین، میخوام بگم حدودا مثلا اگه بخوایم بگیم تعداد سرانگوش بگیم، تعدادی رو تو ذهنتون دارید بگین این تعداد آدم مراجعه کرده و اینها بهبود پیدا کردن؟ من میتونم بگم که بله، ببینین مثلا من شاگردی دارم که از ایران اصلا رفت دیگه سوئیس زندگی کردن و حالش خوب شد. شاگردی دارم که تو فرانسه، از ایران رفتن فرانسه. تو کانادا دارم. من میتونم بگم که یعنی هر کس که اومد، اصلا دوست ندارم که یه دونه عدد بگم، من با عدد یه خورده دیدین که سنم هم نمیگم، با عدد چیزه، ولی اینایی که من میگم اومدن شاگرد شدن برای اینکه دیدن که با زندگیشون عجب زندگی جدید زیبایی شد، چه درونی دارن زندگی با اون معرفت و چیگانگ دارن زندگی میکنن. صدها نفر رو من میتونم بگم بیشتر بوده که این برنامه رو اجرا کردن. کسایی بودن که میخواستن حامله بشن، چیشون حرکت کرده، چی؟ ببینید بیماری یعنی stagnation of energy، stag یعنی جمع شدن، توده شدن انرژی. سرطان یعنی که چی میاد جمع میشه، توده میشه. اصلا خودش میگه توده، توده یعنی قده. اینی که شما با این برنامه‌ای که اگر چی قشنگ تو بدن حرکت بکنه، شما مشکلی نخواهید داشت. یعنی مشکلی که مشکلی خواهید داشت اگر چی حرکت نمیکنه، ولی اگر چی حرکت میکنه، غلظت به الان شما یک برنامه‌ای که الان من دارم در رابطه با همین کرونا هست. کسایی که ناراحتی های ریه دارن، ریه قسمت آخرش غلظتش خیلی بالاست و تمام سموم تو اون قسمته، و کووید 19 کرونا اون قسمت رو دوست داره، واسه همینه که میاد توی ریه های ما میشینه، برای اینکه اونجا چی حرکت نمیکنه. برای که ما نشستنمون به صورت خوب، به صورت بسته شدن این قسمت تنفسمون رو، من یه دفعه دیگه گفتم دانشگاه شیراز من داشتم سخنرانی میکردم، از دکتران محترم پرسیدم که از کجا تنفس میکنین تا چقدر، باور کنین 99% دستشون رو اینجا گذاشتن و هممون همینطوریم. وقتی که تنفس میکنیم، تنفس شلو میکنیم، یعنی خیلی سطحی میکنیم، مخصوصا که تو استرس بالا هستیم.
دیگه اصلا این تنفس به وجود نمیاد. تنفس یعنی اکسیژن. و وقتی که اولین چیزی که ما به عزیزان یاد میدیم این اکسیژنه. من یه این پرابو داشتم، میخواستم راجع به اینم صحبت کنم، میذارم اینجا تا دوباره بعدا بردارم. این تنفس که اکسیژن که حرکت بکنه در خون، یعنی این خون خونه قویه، خونه سالمیه. و ما تنفس 3-3-9 یکی از تنفسهایی که روی کارهایی که کردم دیدم، یکی سپاسه. بله. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد و بیگمان. این سپاسه که در برای بچه ها در مدارس ما الان این الگو رو گذاشتیم، و یکی هم تنفسه که در بچه ها این پروژه رو گذاشتیم و اینو برای پیشگیری داریم استفاده میکنیم. پیشگیری از مدارس با بچه ها، همونطور که چین داره از مادر داره تو رحمش هست این چیگانگو انجام میده، که این چی حد سلامت میکنین، سلامتی جان؟ روی سلامتی آینده دارین وقت میگذارید در حال حاضر، که بچه های ما میدونین که چاقی رو دارن تجربه میکنن، الان افسردگی رو دارن تجربه میکنن، مرض قند رو دارن تجربه میکنن، سرطان اینان مرتب این ارگانیزیشن هایی هستن که مرتب سال 3 برابر شده سرطان. و کمپین ما، 2 کمپین داریم آقای عرس، یکی اینکه بچه های ایران به سرطان نبگویند، برای همینه که مردم ایران بسیار علاقمند میشن. بله، یه تصاویر رو برای ما از همین کمپینتون فرستاده. من خواهش میکنم از همکاران من که اگه میشه تصاویر به صورت رول پلی بکنن. بله بفرمایید. درود بر شما. همونطور که شما صحبت داریم میکنید ما تصاویرم پخش بکنیم. بله، اینی که بچه های ایران به سرطان نبگن. وقتی که ما سیستم دفاعی بچه ها رو با اکسیژن، با چی، با تغذیه، اون 7 مرحله رو که گفتم، توجه که اولین وادی عطاره، طلبی که میکنی، توجه و طلبی که ما انجام میدیم، بعد تفکر، همون اندیشه که از چیگانگ میاد، از اون انرژی و معرفت چیگانگ میاد، بعد تحرکه. با تحرک چی به وجود میاد؟ تنفس. بعد تغذیه است، بعد تعامله، و بعد تعامل تعادله. وقتی تعادل ما در وجود بچه ها به وجود بیاریم، بچه ها دیگه، بچه های خیلی هم تمرکز خوبی خواهند داشت. این نداشتن تمرکز هم معلمین عزیز رو داره اذیت میکنه، هم پدر مادران عزیز و خانواده ها رو اذیت میکنه. و ما این ریشه ها رو داریم، پروژه ای الان گذاشتیم برای بچه های ایران اول، در فاز اول آقای عرس. این یکی از رسالت های منه که از اون بیماری اومدم به اینجا، که بتونیم برنامه پیشگیری رو در طب خرد پیشگیری رو ما در ایران در مدارس، و الان هم که سپاس به کرونا که آنلاین همه یاد گرفتن، ما در برنامه های آنلاینمون تمام در تمام نقاط دنیا هستش. و این پروژه رو ما 1 هفته جلوتر از سپتامبر، یعنی اول مهر شروع میکنیم، 24 اسفند که میشه، نه 24 سپتامبر که 1 هفته قبلش ما شروع میکنیم این پروژه رو. و جالبیه که ما بچه های ایران رو میخواییم وصل بکنیم به بچه هایی که در ایران، در خارج ایران هستن. یعنی فاز اولمون بچه های ایران هم که بیاریم رو، یک همزادگی، همسویی بدیم بچه ها رو. بچه ها یاد بگیرن با هم بیگانه نشن تو دنیا، هیچ دیگه مرزی شناخته نشه با آنلاین، که بچه ها رو بیاریم همگی در یه دونه زوم یا سکایپ برنامه رو، که مثل الان که ما آنلاین داریم برای مربیامونمون داریم، ولی برنامه بچه ها رو که انشالله شروع میکنیم، بچه ها زبون همدیگر رو یاد بگیرن، فرهنگ همدیگر رو نگاه بکنن. شما شاهدین الان که پیش از اینکه ما برنامه رو شروع کنیم، نبه من تبدت وایستاده بود اینجا داشت به من کمک میکرد. بله. چرا؟ این 6 تا نوه دارم ماشاءالله، همشون ایمان دارن به این. چی؟ این دختر الان 3 روز پیش منه. چرا پیش من؟ که من دارو نمیخوام استفاده کنم، بوشکی، من میخوام از طریق تن چیز
از طریق راه های طبیعی بتونم این کهیرایی که میزنم و اینا چیز بشم. خب این بچه اول ما اومدیم روی مدیتیشنش کار کردیم و روی تنفسش کار کردیم، تغذیهش کار کردم، از خاک شیر گرفته، از آلو گرفته، از نمیدونم پاپایا و تمام اینا رو، از نمیدونم گشنیز. و بعدش هم با همدیگه دیشب که میدونم که میدونین که من کمپین دیگه ای که دارم، کمپین یک شنبه های ما به نخود، ما یک شنبه های با نخود داریم که همه چیز با نخود درست میکنیم و بدون گوشت. یه روز در هفته از عزیزان خواهش میکنیم که شما بدون گوشت میتونید زندگی کنید، ولی تمرکز بشه روی بدون گوشت، که ما برگردیم به اون سنت زیبای آبگوشت خوری که هر چیزی استفاده میشد، مثل زردچوبه که گرم بود، نخود که یک منبع سرشار یعنی از فسفر و کلسیوم و مهمتر فولیک اسید، و وقتی که جوانه میزنه سه برابرم پروتئینش میشه. اینا رو همه رو اومدیم توی آبگوش و میبینیم که میدلیست واقعا یعنی خاورمیانه پایه و اساس تغذیهش روی نخوده. وقتی که دامادو میفرستن هجله میگن آب نخود بخور، موهای سرت میگن آرد نخود بزن، مادر وقتی که شیر نداره میگن آب نخود بخور. و اینا خیلی، اینا کار تحقیقی من بود که دوباره در دانشگاه برکلی با دکتر شلدن مارگن، در یکی از اساتید بزرگ بهداشت و تغذیه در دنیاست که استاد خود من از افتخارات، و با همدیگه این کار تحقیق هورمون ها روی نخود انجام دادیم در مقابل سویا. درسته. در مقابل سویا، برای اینکه سویا در فرهنگ چین به صورتهای تخمیری به وجود میاد و مردم استفاده میکنن، ولی در کشورهای دیگه این آنزیمه شد ما تو بدن نداریم و اختلالات بسیار زیادی به وجود اومده. که من سال 1990 روزنامه ها و مجله های امریکا بودم برای اینکه اعلام کردم که با مریضام چقدر دارم راجع به سویا مشکلاتی رو که میبینم، انرژی ندارن اصلا تکون بخورن، یعنی انرژیشون استک شد، بسته بود. انقدر در اون زمان ما مشکل رحم داشتیم، مشکل سینه داشتیم، یعنی سرطان سینه داشتیم، و اینا چیزایی بودش که با HRT یعنی هورمون تراپی هایی هم که پزشکا میدادن اون موقع، داروهای هورمون تراپی میدادن و اونا هم باعث میشد همه. و با سویا یک انقلاب بزرگی در دنیا شروع شد که الان هیچ دکتری نمیاد اگر شما مریض سرطان دارین دیگه سویا بدن، یا داروی با سویا بدن، یا حیواناتی که از سویا درف تغذیه میشه. من یک زنگ بسیار مهمی برای ایران دارم به عزیزان، بپرسن اون تخم مرغایی که مرغا تخم مرغایی که استفاده میکنن، آیا مرغ ها سویا با سویا تغذیه میشن؟ آیا گاف های ما که شیر میدن غذاشون سویاست؟ من اینا رو همه رو دیدم و در ایران من میتونم به جرئت بگم بله، از سویا استفاده میکنن و من باهاشون صحبت کردم، به هیچ وجه حاضر نیستن حتی صحبتش بشه در ایران. یکی از چیزای بزرگه وقتی که میگن سرطان در بچه های ایران سه برابر شده، جنگ آغازش بود، درسته، جنگ ایران و عراق، و بسیار متاسفم برای این اتفاقی که بر جنگ افتاد، خاک ما آلوده شده، ولی این جریان های سویا وارد مملکت ما بشه یه مسئله بسیار بسیار حیاتیه که باید توجه بکنیم اگر میخوایم سیستم دفاعی بچه هامون و بخوایم با این بیماری های ویروسی که امروز داره چیز بشه، خیلی بایستی پروژه ها رو نگاه کنیم. از عزیزان خواهش میکنم، آقای عرس، این پروژه‌ای که ما گذاشتیم 40 سال من روش کار کردم، الان شاگردایی که من الان پرورش دادم اینا آماده هستن که کمک بکنن به عزیزان ما.
از طریق آنلاین، از طریق کلاس هایی که ما داریم میذاریم و برای پیشگیری از این بیماری ها و تقویت سیستم دفاعی و تفکر بچه ها و یک زندگی بچه ها با یک زندگی با معرفت و با اندیشه شروع بکنن. و اینو پروپوزالشو به وزارت بهداشت من دادم، موافقت کردن، منتظر فدراسیون وشو هستن که فدراسیون وشو هم یه همکاری بکنه. ما این پروژه رو در ایران که من چندین سال از سال 2000 شروع کردم، اینو به طور رسمی در مدارس ما از عزیزان فدراسیون وشو خواهش میکنم، از کمیته تایچی خواهش میکنم که به ما رو حمایت بکنم. امیدوارم که همینطوری باشه. خانم دکتر، من عذرخواهی میکنم، به انتهای برنامه رسیدیم، تایممون تموم شد. دوست داریم بیشتر با شما صحبت کنیم ولی متاسفانه از اتاق فرمان دوستان به من میگن که زمان برنامه رو پایانه. اگر به عنوان جمله انتهایی حرفی داریم بگین و ما ممنونیم از شما. امیدوارم که بیشتر بتونیم تو تلویزیون ببینیمتون. در مورد آینده بچه‌ها خیلی نگران هستین، امیدوارم که بتونیم با در واقع داشتن این برنامه‌ها ترغیب بکنیم نسل جوان رو و پدر مادرها رو که بیان و حمایت بکنن که نسل جدید بتونه شرایطی متفاوت از اون چیزی که ما درش زندگی کردیم رو تجربه بکنه. اگر صحبت پایانی دارین ممنون میشم بشنویم در حد 30 ثانیه. بله، من باز هم همون تکرار میکنم که بزرگترین راهرو ما الان اینه که عزیزان ما رو حمایت کنن، بچه ها رو سپانسر بکنن. خیلی عزیزان هستن در خارج که میخوان در ایران کمک کنن، هر کی بچه بتونن سپانسر کنن. این فقط برای دانش و حکمته. ما به هیچ وجه دنبال مثلا بچه ها گرسنن یا کفش میخوان، ما دنبال اصلا ماهیگیری نمیریم، ما دنبال ماهی دادن نمیریم، ما دنبال ماهیگیری هستیم. و اینو قول میدیم که با بچه هایی که دارن به ما معرفی میکنن و ما دنبالشون هستیم و روی سیستم دفاعیشون کار میکنیم، روی اندیشه هاشون کار میکنیم، روی زندگی که برای یه زندگی با چیه سالم، چی رو بشناسن، چیه درونشون رو بشناسن. همونطور که به شما گفتم در این بولی که شما میبینین، در این الان آب ریختم. وقتی که ما به این نگاه میکنیم، چی رو کی رو میبینیم؟ ما من فقط آقای عرس، بله، فقط خودم رو میبینم. ما با این پروژه به بچه ها یاد میدیم که این درون خودشون رو ببینن و اون سیمرغ درون خود با سیمرغ درونشون با قاصهای مهاجر و هفت وادی عشق عطار، با قصه هایی که ما در اینا به وجود آوردیم، فرم های چیگان که 64 تا فرمه و تنفس و نرمشی که هنوز در ایران معرفی نشده، فقط برنامه چیگان ما بوده که معرفی کرده. و روزای پنجشنبه ساعت 8:30 در پارک ملت مجسمه مادر هستیم، هر پنجشنبه 8:30، و در درکه ساعت 6:30 صبح یک شنبه ها در میدان درکه بچه ها بالا میرن و اونجا هنرجویان چیگانگ ما اونجا شما رو راهنمایی میکنن. ازتون خواهش میکنم حتما تشریف ببرین به اینستاگرام ما DRSONIA هاشمی، دکتر سونیا هاشمی در اینستاگرام من، و اونجا شما در ایران هم شماره تلفن من اعلام بکنم آقای عرس با اجازه شما. اگر خودتون مشکلی ندارین شمارتون رو بگین اعلام کنید، مشکلی نیست. البته ما خواهش می‌کنم اینستاگرام شما رو خواهیم نوشت، شماره تماستون هم بدین همکاران من. در البته الان فرصت نیست ولی اینستاگرامو نوشته شده، ولی شماره تماس رو میتونید بگین، بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله، 0933 بله 907605 0933 907605. بله خانم دکتر گفتن اینستاگرامشون هم هست، میتونید وارد اینستاگرامشون هم بشین دایرکت بدین بهشون، یا میتونید شماره تماس رو اعلام کردن باشون در تماس بشین اگر سوالی دارین، اگر از کلاساشون میخواین استفاده کنین، از مطالبشون که بسیار ارزنده و آموزنده هستن میتونید استفاده کنین. خانم دکتر، من تنفس سسرون رو بگم برای همه که پیش از موقع خواب اینو تنفس بکنن که اول قول دادم، یه لحظه ولی در حد یک دقیقه خواهش میکنم، فقط خیلی تو یک دقیقه هم کم کرد. تنفس 3-3-9 شما از بینی پر میکنین، این lower dantie بلند میشه، پر میکنین، سه تا سه میشمارین تا سه تا هم سکوت میکنین، بله، و با
دماغ و بینی هم میتونین و اینو 9 تا 9 بشمارین. هر چی شماره 9 تون بیشتر بشه اینقدر سموم از بدن خارج میشه. اون 3 که سکوت میکنین اونجاست که اکسیژن حرکت میکنه و پاکسازی میکنه سمومو. بسیار مهم سکوت کردن. هولد. خیلی ممنون خانم دکتر، ممنون از شما که با ما همراه بودین و انقدر با حوصله همیشه اینا رو توضیح میدین. امیدوارم که بتونیم باز هم تو برنامه های دیگه شما رو داشته باشیم. همینطور من باز هم به بیننده های عزیز میگم که میتونید وارد آدرس اینستاگرامی که در زیر تصویر براتون نوشتیم بشین، آدرس اینستاگرام خود خانم دکتر هستن، میتونید باهاشون در بخش دایرکت همراه بشین. خانم دکتر خیلی ممنون که با ما همراه بودین، ازتون سپاس دارم از میگم شما که که خداحافظی اینقدر بکنید. عاشق ایران و ایرانی هستین. قربتون برم. همینطوره، مرسی برای همینطوره. پروگرام هایی که به وجود میارین با کمترین با یعنی با هیچ سپورتی شما دارین این کارو میکنین. تلاشمون بسیار میکنیم. من ایرانی ایرانی از شما متشکرم. ایشالله این پروژه ما اینقدر بگیره که ما بتونیم شما رو حمایت بکنیم. خواهش میکنم. ما تمام تلاشمون اینه که بتونیم همه ایرانی ها رو در هر جایی که هستن افتخار ایران زمینن حمایت کنیم. شب خوبی داشته باشید. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. حتی شما روز خوبی داشته باشید، چون الان فاصله زمانی شما روز شماست. روز خوبی داشته باشیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنون که با ما همراه بودین بیننده های عزیز. خیلی تایم نداریم، دوستان من از اتاق فرمان چند بار به من اخطار دادن. ممنون که با ما همراه شدین. امیدوارم تو برنامه بعد استفاده کرده باشین. این برنامه مطالب بسیار زیادی در اینستاگرام میتونین ببینین. شب و روزگار بر شما خوش باشه. شادزی مهر افزون.